تاریخی ترین ویدیوهایی که هرگز نباید فراموششون کنیم. باید همیشه به یاد این ویدیوها باید به یاد این ویدیوها باش. بیایید با هم مشروب بخوریم، منم میخوام تاجگذاری بکنم امشب. همین تو همون پشت سرینو یکم انگوش کن، انگار امروز سرین زیاد حالش خوب نیست. آره چی شد آج آقا؟ مشت بزنیم تو دهن آمریکا. مشت دیوید USA! David! فوتبال خدافزی کرد. خبرنگاری میگه آج آقا دیوید کیه؟ اصلا کلا گیت شده بیچاره. دیوید کی است آج آقا؟ من این ویدیو رو بفرستیم واسه ترامپ، مطمئنم سریع بهمون پناهندگی میده تو کشورش. قیافش ایرانی نیست. دقیقاً همون جوری. احتمالاً دیوید اسم صرف زن پیرمرده است. دیوید دایوس به این پیرمرده خیانت کرده، رفته پیش یه پیرمرده دیگه. پیرمردم از دستش ناراحت شده و زده بیرون، داره به دیوید فوش میده. تکدیل کریم. نگاه کنین اینجا رو، یهو همچین پرید بالا، انگار کریم دیگه کشو حتی شلوار در آورده میخواد بهش نشون بده. تک دل من بریدی، تک دل من بریدی، خشت بریدم، خشت من اینها، 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 خشت. بای خالیه. تک دل من بریدی. آقا سرباز دل کی انداخت؟ سرباز کی انداخت؟ شلواره کشو داشت میرفت بیرون برگشت دوباره. من با این بلد بریدم، این شاخ خشتت بریدم، این شاخ خشتت بریدم، به قرآن مال من نیست، این شاخ خشتت بریدم، اینه با هفلو. وای وای حالا خوبه. این هفلو کی؟ هفلو مال کی؟ هفلو مال نه هفلو مال کی؟ داره جر میخوره. هفلو مال کی؟ سب کن. ولی عجب جنایتی انجام داده کریم. منم قبلا منچ بازی میکردم، وقتی میدیدم مهرهای همه جلوان و مهرهای من پیش نرفتن و عقبن، برگر رو تکون میدادم که همش بریزه. فقط شلوارک یارو سرباز کی انداخت؟ اگه از اون در بیرون میرفت هیچ وقت اون جمله تاریخش گفته نمیشد. ولی کریم فکر کنم واقعا مقصر بود دیوس. یارو گفت تو تک دل منو با دولوپیک بریدی، یهو کریم گفت ها الانم شاخشتت بریدم. با الانم شاخشتت بریدم. چون پسر گلم اسم چیه؟ آقا مهدی شعر بلدی بخونی؟ بله. بخون یه شعر قشنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. این شعر بود الان. الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آفرین. شما اسم چیه؟ علی. علی تو بلدی سوره قرآن یا شعر بخونی؟ نه. نه. شما اسم چیه؟ کلم. چی؟ کلم. کلم. آقا کریم شعر بلدی بخونی؟ یه شعر بخون. بسم الله الرحمن الرحیم و الله. میگه شعر بخون، قرآن میخونن. آفرین. شما اسم چیه؟ خیلی باحال گفت کلیم. اصلا جیر خوردم از خنده اما جانی. فقط علی. علی. علی تو بلدی سوره قرآن یا شعر بخونی؟ نه. یه نه گفت و خودشو راحت کرد. کلم. من جای تهیه کننده و کارگردانش بودم، این کارو واسه همیشه میبوسیدم میذاشتم کنار. من فکر کنم این کلم بچگی همون کریمیه که مسلمون نیست. من حفله بریدم. موقع سوره خوندنم یه چیزای قاطی پاتی خوند و رفت جلو. بسم الله الرحمن الرحیم و کریم آتیسته، مسلمون نیست واقعا.
کریم مسلمون نیستی تو، به خدا مسلمون نیستی کریم. پشتش کلا خونه ها رو دارن خراب میکنن، بیابون شده، هیچ مشکلی نداره آجا. یارو دست به این پیرمرده میگه میخوان خونه هاتون رو خراب کنن، بدبخت کم مونده بود سکته کنه اون وسط. اگه میگفت من شهرداریم با همون چوب خوش میکردیش، اعصاب نداشت حاجی. وحدت کلمه شاهزاده سرین. سرین تولنبایی عموجانی درد داره؟ آره. حالا مونده عموجانی میخواد بیشترش کنه کم کم. من باید برم. هر جا در بری من خودم شخصا میام دنبالت بی پدر و مادر. وقتتون بخیر، وقتتون بخیر. سال نوتون مبارک، سال نوتون مبارک باشه. یه سوال ازتون دارم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم زنده باشید. حالا اجازه بدید من گیرم. به نظر شما هنوز نپرسیده داره حرف می‌زنه. این همه میدونن. مشکلات اقتصادی وجود داره، گرونی که همه هست. با این وجود میخوام بدونم که آمریکا تونسته تو این چند سال ملت بزرگ ایرانو به زانو در بیاره یا نه؟ نخیر. آمریکا هیچ غلط نمی‌کنه. عصبی شد. میدونی چرا؟ میدونی سرا آمریکا ما الان خودشفا شدیم، چند تا دانشمندای ما را ترور کردن هن؟ واسه چی؟ بخواد وقتی یورو حرفش را قطع کرد به چهرش دقت کنیم. جان دوباره میکنم دیو سب کن، دوباره قیافش نگاه کنین قبل اینکه سوال خبرنگار تموم شه. تونسته تو این چند سال ملت بزرگ ایرانو به زانو در بیاره یا نه؟ نه خیر. هر لحظه ممکنه دیه کشو از تو شلوار در بیاره فرو کنه تو خبرنگاره. در این چه میخوایم رو پای خودمون وایسیم؟ احسن. درسته یا نه؟ اینا همه اون پشتی ها ریدن به خودشو نخنده. به خاطر اینکه ما خودکفا شدیم، این جیرانی 100% به خاطر آمریکا اسرائیل. اون خانم هم که طرفدار شاهه. برام گمشن اول پایونه. آره من ابن نظر چیه؟ هرکی اظهار نظر الان خبر رو میکنه همونجا. در حال توی تمام کل جهان از ایران حساب میبرن. کل جهان رو پای خودمون وایسادیم. نیست شاه وابسته نیستیم. فهمیدی؟ به خاطر همین الکی میگن احسن. کل درسته یا خود جیرانی هست او خانم و اینایی جون چه قناریه. از من بپرس حزب الله هم بچه تبریزم زمان زنج خدمت کردم اینا را بلش کن خونسد باش لعنتی من خودم زمان میخواه کارت ایسترم باشو قبولتون دستتون در نکن زمان زنج خدمت کردم الان اولتشو هم در میاره کل دنیا ایران زنجید جیران همه جیرانی ها زیر سر آمریکا اسرائیلی تمام شد و سلام. تا ثابت نکنه آمریکا و اسرائیل بعده ان ولکن نیست. 3000 میلیارد اینا مسئولین اصلا تقصیری ندارن. یه تا دزدن این بیچاره روحانیتی کار کنن. یکی شمون چیه اسم رئیس بانک صادرات فرار کرد. اون دزدو کرده. جان چربش کن بریم. تو گفت مثل شاه وابسته نیستیم، اون یارو کوچلوریه بغلش فهمید داره یه خورده داستاندار میشه. یه ابرو انداخت بالا و یه لبخند ملیح زد، خیلی آروم و بی سر صدا ترک کرد جمع. دعیس تو دو ثانیه زیرا به اون زنه هم زد، گفت اون خانومه طرفدار شاهه. خجالت بکشید عمون جانی، کل جهان از ایران حساب میمرن، نمیدونستی؟ ماها سوشی میخوریم، شماها کتک نوش جون. Shut the fuck up. اینقدر با هرس حرف زد کم مونده بود بگه کلی فیلم سوپر داریم از آمریکا و اسرائیل. خود خبرنگار هم شاکی شد، گفت دیگه درست اینجوری هم نیست که تو میگی. فکر کنم خود خبرنگاره با مصاحبهش رفته آمریکا پناهندگی گرفته. دی جی فسنقری شوهر بهار رهنما. رقصشون رو نگاه. زد به شیکمه یارو پرت شد اون وقت. سیداش خدایی بهتر از این خواننده های جدیده. چه بال میرخزن. اوه چه اشوه میاد جون. <تص->
این گذشته شوهر بهار رهنماست. هیچ وقت ناامید نشین تو زندگی. دیجی فسنقری اصلا فکرشو نمیکرد که یه روزی بخواد بیاد بهار رهنما رو بگیره. خودش دیجی فسنقری 3-4 ساله که اصلا پیداش نیست. واقعا از کجا معلوم که خودش نباشه؟ مطمئنم به خاطر بهاره رفته عمل کرده صورتشو. اون مردی که دست میزنه نگاهش میکنه تو کفشه ها. جون چه کونو پش میداری؟ هی داره بهش نگاه میکنه، دعیوس داره قشنگ بدنشو آنالیز میکنه. والا به خدا قسم این انقلاب مفت و مجانی دست ما نیومده. ما باید پاسدار خون شهدا باشیم، پاسدار خون شهدا باشیم، اونایی که در خط امام نیستن. خون شهدا را پایمال میکنن. کی را تو کس خاره؟ یکی یکیشون. What the fuck؟ کی را تو کس خاره؟ یکی یکیشون. یکی یکیشون خدا. زیب شدوری یارو نگاه. گفت چی؟ کی را؟ اصلا کاری به اون اولش من ندارم. این آخرشو خیلی خنده دار گفت. کی را؟ آخرش هم میگه خدا شاهده. یکی یکیشو خدا شو. طبیعیه پیر مرد من...